با نام خدا و با عرض سلام، وقت بر شما بخیر. برسات خبر از یک با مسید عیسی سادات، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی از برگزاری نشست شماره از مسئولان ارتش به حضور رهبر امارت اسلامی در ولایت کندهار خبر داده است. در یک خبرنامه ارگ آمده است که رهبر امارت اسلامی در این نشست بر مسئولیت پذیری مسئولان امارت اسلامی تاکید کرده و گفته که باید از تبعیض منطقه‌ای پرهیز شوند. وی تاکید کرده است که اختلاف و بی‌اعتمادی سبب شکست خواهد شد. امارت اسلامی گزارش اخیری یونما در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را به دور از واقعیت و عقده‌مندانه دانسته است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته است که نقض حقوق بشری خواندن اجرای احکام اسلامی به احترامی به احکام شریعت اسلامی است. این در حال است که سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در کشور خبر داده و در گزارش نوشته بود که چندین مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را به ثبت رسانیده است. مسئولان وزارت اقتصاد در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند که در یک سال پسین با تکمیل پروژه ها از طریق مؤسسه های غیر اماراتی داخلی و خارجی زمینی اشتغال را برای بیش از 200 هزار تن فراهم کردند. آنان میگویند که به گونه مجموعی 2077 مؤسسه غیر اماراتی مشمول 2199 مؤسسه داخلی و 278 مؤسسه خارجی در کشور فعالیت دارند. دیدبان قضایی امریکا گفته است که امارت اسلامی از پولهای کمک شده امریکا صدها میلیون دلار دریافت کرده است. این نهاد افزوده است که پولهای کمک شده برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان انجام شده، اما به نیازمندان در این کشور نرسیده است. روزنامه نشنل پاکستان در گزارش گفته است که در 10 ماه گذشته 5000 افغان به گونه مخفیانه به پایگاه های نظامی بریتانیا منتقل شدند. بر اساس این گزارش، در میان کسانی که تخلیه شدند 156 افغان با خانواده هایشان به سرویس اطلاعاتی بریتانیا کار می کردند که با گذرنامه های صادر شده توسط امارت اسلامی از پاکستان به خارج از کشور خارج شدند. همزمان با افزایش گرمای هوا در کابل و ولایت‌های دیگر کشور، شماری از شهروندان پایتخت از پرچوی‌های طولانی برق شکایت کرده و می‌گویند که نبود برق آنان را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است. در همین حال، شرکت برشنا گفته است که در تلاش است با تکمیل کار انتقال لاین‌های وارداتی از ترکمنستان، برق 24 ساعته در پایتخت و ولایت‌های همجوار آن را تأمین کند. ممنون از این که تا این دم بیننده یک بودید. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه دیدنی یک باشید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.